حال روز ایران در شرایط کنونی مردم از گرانی، از فقر، گرسنگی، تشنگی، هوای آلوده، تصادفات جاده‌ای و بحران‌ها و ابر بحران‌هایی که در مملکت در اثر عدم تخصص و ناکارآمدی رژیم به مردم تحمیل شده، اعتیاد، فحشا، طلاق، بروز جرائم خشونتزا، اینها همه در ایران اتفاق افتاده. صدای وا آتش‌های مردم شریف خوزستان که 8 سال در جنگ بین خمینی و صدام حسین از خودشون هر چه داشتن در طبق اخلاص گذاشتند و شاهدهای زیادی رو به صحنه تقدیم کردند، از مملکت دفاع کردند، اکنون که به اعتراض برخواستند، پاسخ رژیم مثل همیشه سرکوب، زندان و گلوله و قتل هست. حوادثی که اتفاق افتاده اولا نسبت به کسانی که در این قضیه دچار خستان شدند، زخمی شدند، شهید تقدیم کردند برای استقلال و آزادی ایران، اعلام پشتیبانی می کنم و ضمناً به تمام خانواده های شهدا تسلیت عرض می کنم. به امید روزی هستیم که مردم شریف ایران همه با هم به طرف یک جمهوری دموکراتی که کاملا سکولار بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر را در دستور کار خودشون قرار بدهند. میبینیم که رژیم هیچ راهی برای اصلاح جامعه نداره. مردم همچنان از کرونا و واکسن هایی رو که مردم رو محروم کردن و اون واکسن ها رو تحریم کردن به چه روزی مملکت نشسته و فقر و بیماری و بدبختی گریبانگیر مردم شده است. امیدوارم بتوانیم تمام قومیت ها که همه ایرانی هستند در کنار هم از این سالهای سیاه عبور بکنیم، ضمن حفظ آزادی و استقلال ایران. مردم ایران مردم بسیار شریفی هستند، علی رغم حق دفاع مشروع که دارند در مقابل سیل تهاجمات حکومت بر طبق همین قانون مجازات اسلامی که مصوب سال 92 اگر شما بخوانید که حتی اگر مأموری بخواهد برخلاف قانون تعدی یا تجاوزی بکنه، حق دفاع مشروع بر مردم به وجود میاد، حتی از این حق دفاع مشروع خودشون هم استفاده نکردند و به طریق مسالمت آمیز خواسته های خودشون رو بیان کردند، اما پاسخ حکومت باز هم سرکوب و کشتار و قتل بود. بر طبق همین قوانین کلیه آمرین و مباشرین این اعمال قابل تعقیب و مجازات هستند. توجه داشته باشید، یک بار دیگر هم گفتم که بر طبق ماده 183 قدیم و همچنین به موجب فقه و مبانی حقوق اسلامی، اگر کسی برای ارعاب و از بین بردن آزادی مردم قصدش ترس، حتی ترس مردم باشه، نه قتل،
این عمل عمل محاربه است و آمر و مباشر قابل تعقیب هستند. صرف نظر از این که اگر کسی به قتل برسد بر طبق همین قانون مجازاتش قصاص هست، اگر زخمی بشود قصاص است. تمام این اعمال آمدانه انجام شده. بنابراین امیدواریم که بتوانند مردم به آنچه که میخواهند، صلح، آزادی، رفاه، آسایش و استقلال مورد نظر خود جامعه عمل بپوشونند. از صمیم قلب به همه داغ دیدگان تسلیت عرض می کنم و نسبت به تمام کسانی که در این مملکت به پا خواستند اعلام پشتیبانی می کنم. متشکرم. سید محمد سیف زاده.